توی فایل ما یه project properties داریم که پروژه‌ای که الان فعال هست رو به شما مشخصات رو نشون میده. شما اگر بخواید اینجا میتونید نسبتش رو عوض بکنید. transition duration به صورت دیفالت transition هایی که اضافه میشن انقدر تایم خواهند داشت. fade duration تایتلتون هم خب اینجا میتونید تنظیم بکنید اون تایتل ها و نوشته هایی که اینجا اضافه میکردید. و این photo duration زمان دیفالت عکس هاتون هست. این برای زمانی که شما اون قضیه بیت مارک موسیقیتون آف باشه. initial photo placement اگر شما عکس هایی که اضافه میکردید به تصویر همشون کمبرز داشتن و اذیتتون میکرد، نمیخواستین این اتفاق بیفته و خودش خود کار براتون انیمه روشون بذاره، میتونید بذارید fit to frame. و video placement crop باز میتونید این fit in frame رو بذارید که خب احیانا اگر تصاویرتون کوچیکتر از فریم باشه دورشون اینطوری سیاهی میندازه. عنوان دیگه هم که اینجا ما داریم project theme. اگر من اینجا بیام یه تم خاص انتخاب بکنم برای این پروژه، به طور مثال این فوتو آلبوم رو انتخاب بکنم، یه عنوانی هم اینجا دارم اتوماتیکلی add transitions and titles، این رو هم میزنم و من اوکی رو میزنم. حالا اتفاقی که میفته اینه که یه خورده طول میکشه البته تا این کار رو انجام بده. من اگر بیام روی تصویر اولم، شما میبینید که این اتفاق به این صورت میفته، یعنی در واقع این ترانزیشن تصویری رو به این صورت نشون من میده. از اینجا خب تایتل من هست و ترانزیشن هایی که حالا بین اینها استفاده میکنه ترانزیشن هایی هست که مال همون تم خاصه و برای همون تم هستش. و دیگه به طور مثال این ترانزیشن الان میتونید شما جای دیگه هم اگه خواستید ازش استفاده بکنید، یا اگر خواستید میتونید زمانش رو کوتاه بلند بکنید، اگر دوست داشتید میتونید روش دابل کلیک بکنید و تایمش رو کم و زیاد بکنید. این همون ترانزیشن های قبل هست. اینجا هم این 1 2 3 4 که شما میبینید در واقع ادیت همینه. میگه مثلا میگم اگر میخوای جای این 4 عنوان رو عوض کنی، به طور مثال این 4، این عدد 4 رو که الان اینجا میبینی، اگه بخوای چیز دیگه ای باشه میتونی این 4 رو جابجا کنی، به طور مثال بیاری اینجا، یا 1 رو جابجا بکنی، یا حالا هر کدوم از موارد دیگه ای که مد نظر خودتون باشه. این دیگه به صورت اتوماتیک این کار رو برای اکثر کلیپ ها انجام میده. در نهایت هم یه همچین چیزی اضافه میکنه به آخرین کلیپ شما. باز هر کدوم از این تم هایی که ما اینجا داریم یه حالت خاص دارن، هر کدومشون یک همچین چیزی هستن که خودشون ترانزیشن دارن، خودشون تایتل دارن، خودشون حالا تمام مخلفات چیزهایی که اینجا دیدین رو دارن. یه چیزی هم اینجا هست به اسم اسپورتس که من حالا اوکی میکنم و میزنم. اسپورتس بیشتر برای زمانی که شما از یه بازی ورزشی چیزی فیلم مداری کردید، حالا اینجا مثلا یه صحنه از اون فوتبالی که حالا احتمالاً فرزندتون داشته بازی کرده رو اینجا میذارید، تایتلش رو میتونید عوض بکنید. مثلا من اینجا میتونم بزنم Great Match بعد و دیگه تم کار رو خیلی ورزشی میکنه. الان شما همونطور که میبینید ترانزیشنش یه ترانزیشن خیلی ورزشی هستش و باز به همین صورت در انتها میاد برای شما یه عنوان اینجا میذاره که به همون عنوان میخوره. یه چیزی هم اینجا داریم به اسم Sport Team Editor که اینجا در واقع اینم با اون هماهنگ هست. اگر شما خواستید لوگوی تیم رو اضافه بکنید از اینجا میتونید، اگر خواستید عکس بازیکن‌ها رو بذارید از اینجا میتونید، اگر خواستید مشخصات بازیکن‌ها رو عوض بکنید، این همون صحنه اولی که توی فوتبال میان، میتونید از اینجا تنظیم بکنید. متأسفانه خب کارایی خیلی کمی داره، برای خیلی‌ها ممکنه هیچ جذابیتی نداشته باشه، بعد خیلی توضیحات طولانی داره. اگر احیانا احساس کردید بهش نیاز دارید میتونید به هلپ خود آی مووی مراجعه بکنید.